خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از انعکاس کشمکش ها در فضای مجازی در روزنامه ها خواهیم گفت و از برگزاری مراسم عزاداری به شکل های مختلف که بعضیش با انتقاد روبرو شد و در ادامه برنامه چرا بی بی سی گفتگو با زانیار مرادی زندانی کرد را قبل از اعدام او پخش نکرد. سلام های بهنود، مثل هر سال عاشورا تاسوعا که میشه یک سری انتقاد میکنن به هزینه هایی که میشه به سر و صدای هیئت ها و خب شب زنده داری ها و اینا هم که همیشه هست. بله، این یه طرف ماجرا است، یعنی یه طرف یک نوآوری هایی میشه به شکل های مختلف. امسال این تبل های آمده از ژاپن که عظیمه، اصلا کاملا همه جا شعارهای مذهبی رو تحت شعار خود قرار داد، چون یه خیلی بزرگ یه چیز ظاهر شده وسط صحنه سفید که بالاش هم آرم بزرگ مارک ژاپنی رو داره و اتفاقات دیگه. امسال یه چیزی هم اضافه شد و اون این که در بعض جا مثل یزد به نظر میرسه که حکومت هم دخالت کرد، یعنی بعضی از شعرها رو تصویب نکرد، بعضی از آدم ها رو گفت که حضور پیدا نکنند. ولی از اون طرف، یعنی اون جاهایی که حرکاتی شد که به نظر می رسید خیلی عجیبه، من در 70 و چند سال عمرم هرگز ندیده بودم که در به سلام محرم یه همچین قیافه هایی و یه همچین اتفاقاتی بیفته، این میزان موزیک ریتمیک. این هم خیلی انتقادا شد، به خصوص روزنامه جمهوری اسلامی طرفه. چندین و چند مقاله نوشت، چند از چند زاویه. به هر حال مقصود اینه که آره این هم چیز جدیدیه، یعنی قبلا باز در سال گذشته هم خیلی سابقه نداره که از مراسم عزاداری این هم انتقاد شده باشه. خب میخوای شروع کنی فعلا با روزنامه همشهری؟ همشهری گزارشی داره که گزارش جذابی است درباره ابعاد تازه صادرات غیرقانونی بنزین و گازوئیل. روزانه 40 میلیون لیتر به گفته همشهری داره قاچاق میشه و این که بعضی هاش میگه که اینا حتی با شیلنگ رد میشه، میگه 20 متر شیلنگ. آره 20 متر یا 20 کیلومتر، اصلا یه چیز عجیبی بود. 20 کیلومتر یعنی مثل لولی کسی کرده باشه دیگه. و بعد یه پمپ و این، و بعد این مرزایی که مگه کسی مواظب نبوده. خب اینطوری که خیلی کار دیگه هم میشه کرد. این پایین صفحه هم که حالا خواهیم دید یک مقاله است از مرتضی کاردر که درباره اسم به سلام خیابون ها نوشته، روزنامه شهرداری است دیگه، خیلی خوب این موضوع رو مطرح میکنه، اشاره میکنه به این شهرهای دور و کوچیک، خیابون ها و کوچه هاشون تو شبکه های مجازی منعکس شد، چقدر اسمای خوبی گذاشتن، اسم توران خانم میرادی رو گذاشتن، دوامی موسیقیدان رو گذاشتن، سرشار اپرا رو گذاشتن توی دهات دور. و در این حال آخرش مقالش رو که به این موضوع توجه داره آخرش میرسونه به اینجا که حالا این حرفا رو همه رو ما زدیم، قدیم هم سابقه داشته، حافظ، مولوی، قیام، اینا اسمایی است که تو خیابونای تهران بوده، ولی نیما و اخوان شاملو، سراب سپهری و فروغ کجا؟ اون هم گزارش خوبی بود. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم. خب اعتماد رسید به اون موضوعی که شما هم دیدین، اتفاقا موضوع مهم هفته بود و فحاشی به مسابقه سیاست ورزی، به خصوص بعد از مقاله آزادآبادی که گفت که به هر حال امثال من توهین و تحقیر و فحش و ناسزا رو در شرایطی بسیار سخت در از حد تصور تجربه کرده ایم. بله، و به هر حال بهش توجه داریم، از اینجا وارد شد و ازش انتقاد کرد و این یه موج سراسری ایجاد شد بعد از حرفای آزادآبادی که آقای انصاری، مجید انصاری هم توش اومد
و این همزمان شد با یه موج دیگری که حالا بهش خواهیم رسید در مورد این داستان. داستان هر روزه که همه هم تقریبا بهش اشاره میکنن. بریم روزنامه شرق رو ببینیم. شرق حالا با این عکسی که میبینید از آروانی گذاشته، سیاست شکست خورده صندلی خالی پیداست به کجا داره اشاره میکنه دیگه، به سالهای ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد صحبت میکنه که از سال دوم به بعد واقعش این است که فیلم‌ها نشون میده که بیش از نصف سالن مجلس عمومی خالی شدن. او اسمش شد سیاست صندلی‌های خالی، که اتفاقا در فرهنگ هم این اصطلاح به کار برده شده، به همون یادگار اصلیش هم از آقای احمدی‌نژاد مونده. حالا بنابراین کسایی هستن که میان مثل مقاله که اینجا هستش در سمت چپ صفحه داریم میبینیم، که این موضوع رو مطرح میکنه که اگر ما تو دیپلماسی جهانی هستیم و اگر قرار بشه که آقای مجلسی نوشتن، اگر قرار بشه که در یه همچین موقعیتی، یعنی موقعیتی که حرفی داریم برای زدن و آقای ترامپ هم خیلی آدم محبوبی نیست تو دنیا، در یه همچین موقعیتی نریم و درگیر نشیم و حرف نزنیم، پس کی میخوایم بریم؟ خلاصه حرف اینه. یک گزارشی هم داشته به نام یک دوچرخه سواری زنانه، گیتی سفرزاده منتشر کرده، که خیلی جالبه. میگه این دوچرخه هایی که گذاشتن در سطح شهر تهران، رفته یه دونه رو کرایه کرده و خواسته بره سر کار و توضیح داده که در واقع با چه مسائلی در طول راه روبرو بوده، از ترافیک، از موتور سوارایی که میان، جاهایی که خط کشی برای دوچرخه نشده. البته بگم تو لندن هم که دوچرخه سواری یه جا افتاده، یه واقعا ما همه این مسائل رو داریم. ولی خود این شما توقع داشتید که یه گزارشی بخونید که یه خانومی بگوید که در تهران دوچرخه رو داشته رفته این خیام؟ خب به نظر من همین نکته مثبتش بود و واقعا و کاش که یه روزی بشه که خب خیلی آدم‌های بیشتری، حالا چه زن چه مرد، تصمیم بگیرن آره راحت‌تر بتونن برن و بیان، شاید آلودگی هم یه ذره کمتر شه. بریم سازندگی رو هم ببینیم. حالا اون جنگی که داشتیم میگفتیم، وقتی که به نوشته توییتری آقای ظریف رسید، یه فضای دیگه ای باز کرد. در حقیقت آقای ظریف رفت تو شکم توییتر و حرفش این بودش که توییتر این پاکسازی که میگه کرده، که اسم ایران هم آوردند، این پاکسازی بعضی آدم‌های واقعی طرفدار جمهوری اسلامی رو هم در بر گرفته، ولی از اون طرف، یعنی از طرف مقابل، این همه چیزای فیک و اینا هست، چرا کسی بهش توجه نمی‌کنه؟ من البته یه پیشینه‌ای بدم، یه گزارشی کانال 4 بریتانیا و شبکه الجزیره پخش کردن که بر اساس اون گزارش ها میگفت حدود 1000 یا بیشتر از 1000 نفر در اردوگاه تیرانا در آلبانی که مربوط به سازمان مجاهدین خلق هست، بات‌هایی درست می‌کنند که کارشون فقط انتقاد و در واقع حمله به حکومت جمهوری اسلامی در فضاهای مجازی، به خصوص توییتر. همین باعث شد که آقای ظریف اون توییت رو بکنه و از جک دورسی مدیر عامل توییتر بپرسه که خب شما این همه بستین آدمایی که با چهره حقیقی بودن، که حالا اونا هم احتمالاً میگن که محتوای کلام اونا مشکل داشته، ولی خب درصد یک چیز بزرگی شد دیگه. ولی یه حادثه شد. الان یه موضوعی است که نشریات خارج هم نوشتنش. آقای بهنود، قبل از اینکه بریم سراغ برگزیده ها و مجله ها، لازمه بگم که در روزهای گذشته و در برنامه 60 دقیقه گفتگوی پخش شد با زانیار مرادی، زندانی کردی که قبل از پخش مصاحبه اعدام شده بود. فرشته قاضی، روزنامه نگار، این مصاحبه را انجام داده بود و بعضی از بینندگان برنامه 60 دقیقه هم نسبت به زمان انتشار این گفتگو انتقاداتی داشتن. لحظاتی دیگر هم پاسخ فرشته قاضی رو میبینید و هم امیر عظیمی، رئیس اتاق خبر بی بی سی فارسی اینجاست تا به انتقادات شما پاسخ بده. امیر، خوش آمدید به برنامه دیدبان. در روزهای گذشته انتقاداتی بود به مصاحبه‌ای که پخش شد از زانیار مرادی، زندانی کردی که اعدام شده بود. خیلی‌ها پرسیدن که چرا بی بی سی این مصاحبه رو بعد از اعدام این زندانی پخش کرد؟ این مصاحبه بی بی سی انجام نداده بود. این مصاحبه رو فرشته قاضی، خبرنگار مستقل، انجام داده بود و بعد از این اعدام ها بود که تماس با ما گرفت که یک همچین مصاحبه ای رو انجام داده و داره، و بی بی سی بعد از اینکه یک بررسی هایی رو ما کردیم سر اینکه به هر حال مصاحبه چجوری انجام شد، آیا واقعا با خود این شخص بود، همه اینا رو که مطمئن شدیم،
یکی دو روز بعد از اینکه دست ما رسید و بعد از اینکه اعدام ها انجام شده بود ما این رو پخش کردیم. نکته دیگه که به انتقاد دیگه که شد میپرسیدن که اگر بی بی سی این مصاحبه رو قبل از اعدام زانیار مرادی پخش میکرد ممکن بود حکم متوقف بشه یا به تاخیر بیفته. فرشته قاضی که این مصاحبه رو انجام داده یه پاسخی داده که با هم ببینیم. واقعیت اینه که اگر چنین شواهدی وجود داشت و اگر من مطمئن می بودم که چنین اتفاقی می افته حتما منتشر می کردم، اما چنین شواهدی وجود نداشت. در واقع چیزی در این مصاحبه اضافه تر از اون چیزهایی که قبلا منتشر شده بود وجود نداشت. اونها هر دو در نامه هایی به رئیس قوه قضاییه کاملا این مسائل رو تشریح کرده بودن، شکنجه و تمام اتفاقاتی که افتاده بود، و به همین دلیلم در یک مقطعی رئیس قوه قضاییه ارجاع داده بود برای رسیدگی بیشتر. نهادهای بین المللی، گروه های حقوق بشری، رسانه همه در جریان این مسائل بودن و هیچ چیز جدیدی نبود که بتونیم بگیم که انتشارش، ریسک انتشارش میارزید به همه مسائل دیگه و احتیاط ها و تردید های دیگه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که باعث شد من بر وسوسه های سبقت خبری غلبه بکنم اون مقوله انسانی قضیه بود، اینکه ممکن هست حتی اگر 1% این بچه ها شانس زندگی داشته باشن انتشار این باعث بشه اون 1% شانس هم از دست بره. بعد از اعدام هم تنها دلیلی که من تصمیم گرفتم منتشر بکنم اطلاع رسانی بود، اینکه دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی بر بخشی از افکار عمومی تونسته بود تأثیر بذاره، از این جهت که این دو نفر رو به عنوان تروریست معرفی بکنه. من فکر میکردم به عنوان یک روزنامه‌نگار وظیفه دارم اطلاع رسانی درست بکنم، حداقل الان به مردم، که این دو نفر در چه شرایطی زندانی شدن، چه اتفاقایی براشون افتاده و چه جوری اعدام شدن. خب انتقاد بعدی این بود که ما این مصاحبه رو قبل از اعدام اینها پخش نکردیم، چرا بعدش بی بی سی تصمیم گرفت که پخش کنه؟ چه دردی از این دو نفر دعوا میشد؟ بله، همونجور که توضیح هم داد خانم فرشته قاضی، مجموعه اطلاعاتی که در این بود و روشن میکرد روال ها و اتفاقهایی رو که در انتهای اون به اعدام اینها منجر شد، روش رسیدگی قضایی، روش اینکه پرونده چطور تکمیل شده، چطور مرحله مرحله پیش رفته، اعتراض هایی که بهش توجه نشده، انتقاد هایی که وجود داشته، نقد هایی که به این پرونده بوده، اینها از نظر اطلاع رسانی کمک میکرد که به نوعی روشن کنه این وضعیت رو. همونطور که گفتم ما خب نمیدونستیم یک همچین مصاحبه ای تا پیش از اعدام، ولی خب این رو هم باید بگم که این تصمیم آسونی نیست، همونجور که خانم قاضی هم توضیح داد. اینکه شما میدونی کسی حکمی داره که حکم اعدام بالای سرش هست، تصمیم گرفتن اینکه حالا این مصاحبه رو که داریم پخش بکنه یا نکنه، این رو آزاد بکنه، در اختیار رسانه‌ها بذاره یا نذاره، این تصمیم آسونی نیست. میشه ساعت‌ها در مورد اینکه کدوم بیشتر مؤثر میبود، پخش پیش از اون یا پخش بعد از اون که خب به هر حال بعد از اعدام هست، میشه ساعت‌ها در مورد اینا بحث کرد، ولی الان که این اتفاق افتاده و روشن شده که اینها به هر حال این حکم در موردشون اجرا شده، شاید استدلال این باشه که شاید پخش این میتونست حکم رو تغییری بده، اما در اون موقع که هنوز حکم اجرا نشده بود این سوال همیشه اون وقت باقی میموند، آیا با پخش این باعث شد که این حکم جلو بیفته؟ آیا اگر این پخش نمیشد این مصاحبه ممکن بود جور دیگه ای رفتار بشه؟ اینه که اون تصمیم هم تصمیم آسونی نبوده، ولی پخش بعد از اون برای اطلاع رسانی و روشن کردن افکار عمومی. ممنونم امیر عظیمی، رئیس اتاق خبر بی بی سی فارسی. خب آقای بهنود، بریم سراغ برگزیده ها و ایران ورزشی و قهرمانی پرسپولیس. ببینید تو قهرمان که نشد البته، حالا ما میگیم امیدواریم بشه، ما هم خوشحال میشیم البته، ولی نمیدونم که اگر که افتخارهای خیلی بزرگتر از این پیدا کنه و
پرسپولیس که پیدا خواهد کرد. طرفدارانش دقیقاً با این چیزی که از ایران ورزشی می‌بینیم فکر می‌کنن قهرمان شده دیگه. آقای سعید آقایی نوشته که به عنوان سرمقاله این یک بازگشت واقعی بود. از آن دست بازگشت‌هایی که در جغرافیای فوتبال به آن کامبک می‌گویند. در جای دیگه چی میگن اون وقت؟ یعنی فقط در جغرافیای از کامبک بازگشت فرق با هم دارن. آنچه جامعه اصلی فوتبال است و در دل خود همه چیز را دارد، هیجان تا مرز جنون. خوبه، من امیدوارم که بریم طرف جام جهانی و اینا ببریم، ولی اونجا باید گرفتار میشیم سر اینا. حالا بذارین خوشحال باشن، اشکال نداره. من خوشحال باشم. بریم برگزیده بعدی، مجله زیوان. بله، زیوان من تا بیام به خودم بجنبم شماره دومش هم داد. من شماره اولش رو گذاشته بودیم که هفته پیش ببینیم که فرصت نشد براش، ولی حالا شماره هر دوتاش اومده است دیگه. شما میبینید که این شماره اولش هست و این هم شماره دومش که الان رسید. بنابراین اون چوری که میخواستم در شماره اول بگم اینجا همچنان میخوام ادامه بدم که یک نشریه خوش قیافه، خوش شکل، با چاپ خوب و ادیتوریال خوب، دست دلباز در مصرف کاغذ، ظاهر خیلی روشن فکرانه داره. حالا اگر که بخوام یه خط براش یا یه وجه تمایز براش بشناسیم، ممکنه حالا خود تهیه کنندگان علاقه نداشته باشن به گفتن این حرف، ولی من خدمت شما عرض میکنم که من بیشتر خطی که فریدون رهنما، قاسم هاشمی نژاد و بیژن الهی داشتند رو توش پررنگ میبینم که این هر سه تا بزرگوار رو هم یاد میکنه. حقم همینه. چقدر خوبه که یک نشریه اومده حالا که هم یه چیزایی از بازمانده های اونا رو پیدا میکنه و میذاره و چاپ میکنه و یادآوری میکنه، و هم اینکه علاوه بر این موضوعات روز داره که همه موضوعات فوق العاده خوبه. در امروز روز نویسنده های مافل وقع نمی نویسند، فقط ضبط فکر میکنند. امروز روز میگه اینجوریه، ضبط مفاهیم میکنند و کار ادبیات با مفاهیم پیش نمیره. این در مقدمه نوشته. ادبای بزرگ جهان با تصاویر کار میکنن. بنابراین من خیلی با این حرف شخصا به عنوان آدم خیلی موافقم. تصویری که هنر میسازه. به هر حال اینجا از جمله این که همین اول داریوش کیارس یه گزارشی داده از امین باقری و همسرشون جانان نوذری که یه خونه قدیمی رو در تهران در شرق غرب بود که قبل از اینکه اینو بسازن شو عمارت بلند درست کنن، اینا اونجا رو تمام در دیوارش رو نقاشی کردن و جانان مجسمه هایی درست کرد و اون مجموعه رو درست کردن. در نتیجه این بقیه که داریم میبینیم کارهایی است که در فرصت ها از این دوتا اومده که خیلی کارهای خیلی خیلی خوبی هم هست، جز اینکه چیزای جالبی هم از ماترک و بهتگرد. دکتر بیانکینی رو هم پیدا کرده محض اطلاع شما که نبودید، جوان بودین. این وینچنزو بیانکینی پزشک بود که در دوره قبل از انقلاب، دوره پادشاهی، اون دهه 40 اومد به ایران و گرفتار ایران شد و گرفتار ایرانگردی شد و موند و خیلی از بزرگان نقاشی و به اصطلاح ادبیات ایران، بیشتر از همه رویایی فیروز شیرمالو، اینا متوجهش بودن، کارهای خیلی جالبی انجام داد و به همین عنوان ایران و اینا چاپ شده که بعضیش هم منعکس کرده که اینا همه. بعد این شماره دومه که دارم عرض میکنم، ولی شماره اول هم به همین پاک و پاکیزگی و خوبی شاید اولش هم بوده. عکسای خیلی جالبی توش داره. به هر حال نوید یک نشریه فوق العاده خوب، روشن فکرانه و در این حال زیبا رو میده. خب چقدر عالی. بریم بعدی مجله ایستا رو ببینیم. اینم شماره اولش هست. مجله البته اسمش هست ایده ایستا. خب بله، اصولا یه ذره تقصیر این بچه هم نیستش، تقصیر اونجاییست که مجوز صادر میکنه. ایده یکی از چیزهایی که آدم ازش انتظار داره اینه که ایستا نباشه، تو هم پویا باشه. به همین جهت هم مدیر محصول اسم سرمقالش رو گذاشته استوار برای ایده. یعنی در حقیقت همون ایستا رو معنی کرده است به نوعی. آقای بابایی میگه که دوره رسانه‌های مکتوب تموم شده با علامت سوال. این جواب آسونی نداره، بسیاری دربارش میگن، ولی در این حال میشه رفت توی عمقای پایین‌تر و فهمید که الان که وضعیت اینطوری شده است که فیلمایی مثل فیلمای حاتمی و اصغر فرادی و ابراهیم حاتمی کیا، اینا ظاهرا تاریخش گذشته، کمدیای عجیب و غریبی که فقط برای رها شدن 100 خورده دقیقه
مردم از حال و روز گرانی و تورم و بحران‌های مختلف وجود اومده اونا داره میفروشه. یه دقیقاً داره میگه فضای فرهنگی خیلی خوبی نیست و اومدیم میگه که باز جامعه به اون فیلم‌ها احتیاج داره. احتیاج داره. ولی حالا ما اومدیم که اون فضا رو بشکنیم. مهمترین مشخصه‌ای که برای این نشریه که خب هم کاغذ گلاسه سنگین داره و همین که خیلی پروفیمونه میبینید که این همه هست بعض آگهیش هم خیلی خوبه این است که توجه داره به برندهای ایران که خودش خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه اسم میبره از برندهایی که کار مقرب کنه بعد شخصیت محورشه یعنی حتی آگهی ها هم که متاسفانه به خاطر جنبه آگهیش نمیتونیم نشونش بدیم مثلا آگهی پشت جلدش هم به حال آقای علی دایی توشه و در بقیه مطالب هم این هست این هم یکی از حسنای نشریه میتونه باشه که چهره های آدم هایی رو که برای مردم جذابن اهم از ورزشی یا سیاسی موسیقی نمیدونم این عکس هم که دارین رو جلد میبینین عکس آقا رایانه فرزند کوچک پسر کوچک آقای شجریان میگوید آخرین شجریان روایت متفاوتی از خانواده و بعد این مقدمه برای چیه؟ برای این که یک مصاحبه کرده است و این عکس هم که دارید رو جلد میبینید در حقیقت انعکاس همون مصاحبه است و اونجا ازش از حرفا و مجموعه گفتگوها اینا اینطوری برداشت کرده است دبیر محترم که رایان قصد نداره که مثل همایون یا مثل مژگان خانم راهش پدر رو ادامه بده به نظرم میرسه که باید بریم توی هفته های آینده ببینیم این همه آدم صاحب چهره که من دارم ورق میذارم که ببینین آدم های پرفروش آدم های پرنام محل های پرنام چلو کبابی های پرنام رستوران های پرنام که عوض در دل ما میندازه کم است در نشریه خب بریم مجله ها رو ببینیم روایت ببینید روایت اون نشریه ایست که قبلا هم توضیح دربارش دادیم روایت اساسشه بله. نشریه است که به اسمش کاملا وفاداره و تا الان هم آقای دری سردبیر و همینطور آقای مجید حسینی مدیرش اینو رعایت کردن خیلی خوب اومدن این دفعه موضوع رو گرفته روانشناسی چیست پس بنابراین باز هم روایت میخونیم راجبش نه الزاما تحلیل یا شبیه نه گاهی مصاحبه هم آرش ایدری شروع کرده که درباره بحران‌های جمعی می‌نویسه و اشارات خیلی مهمی می‌کنه به انواع بحران‌ها بعد روایت مرتضی نوروزی میاد درباره روایتی از تیمارستان خیلی جذاب روایتی از تقابل ماژور و مینور که آقا طاهری نوشته که باید ببینید من سعی می‌کنم نگم که این خسرو این وسط مقصود چیه گرچه که آدم‌ها می‌تونن حدس بزنن که خسرو از کجا اومده و بعد یک گزارشی هم شما دیده بودین توش که تایید شده بود زندان یک گزارشی بود که اینطوری که گزارشگر نوشته بود میگفتش که من 19 ساله که خب برام عجیب بود که رفته بوده توی زندان و مصاحبه کرده بود با دو نفر که یه نفر به خاطر مشکلات مالی که گویا با صاحبخونه‌اش داشته زندانی شده بوده و یکی دیگه هم یه پسر جوون 23 ساله‌ای که به خاطر فروش مواد مخدر دیگه جلوتر می‌رفتیم دو تا دیگه هم بودن البته چهار تا روایت چهار تا بوده من دو تاشو خوندم نکته تلخ این داستان این بود که هر دوی این دو تا باورشون این بود که روانشناسی یا مشاوره یا راهنمودهای از این دست در جای مثل زندان اصلا جواب نمیده اون آقایی که بدهکار بود یا مشکل مالی داشت میگفت من دلم برای زنم تنگ شده خانواده‌مو میخوام بچه‌مو میخوام این چیزا اصلا اینجا برای من حتی اگه بخندم خوشحال باشم اینا جواب نمیده اون پسر 23 سالم میگفت من 16 سالم بود اومدم زندان دوباره 18 سالم بود اومدم زندان چیزایی رو تجربه کردم که در اون سن نباید تجربه میکردم در جایی با 700 نفر که همشون تقریبا 10 سال از من بزرگتر بودن مدت ها زندانی بودم و چیزهایی رو یاد گرفتم که شاید در اون سن نباید یاد میگرفتم و برگردم بیرونم دیگه خلاصه میگم یه ذره گزارش های تکون دهنده و تلخی داشت بله این روایت های هفته عمقی تر از روایت های شماره های پیشین روایت هست ولی به نظرم همچنان ادامه کار برده قبل بریم مجله فیلم رو هم ببینیم که مدت ها بود نگاهی بهش نکرده بریم مجله فیلم شما هم حرف من قبول دارین امسال سال 36 هفته میشه من به نظر میرسه مجله فیلم شده جزء عادت های جامعه بعد از 36 سال یعنی بنابراین نه کسی بهش فشار میاره که گرافیک تو عوض کن نه خودشون یه همچین فکری میکنن و چقدر خوبه
که این پرچمه رو نگه داشتن همینطور، این لوگویی که داره همینطور تکرار میشه و جز مواقعی مثل الان که اینا یه مقدار مطلب جا افتاده داشتن در مورد آقای انتظامی، چون موقعی که آقای انتظامی فوت شده بود فرصت خیلی زیادی نداشتن و شماره پیش، این دفعه درباره ایشون یه بخشی رو باز کرده در مورد آقای انتظامی که میبینید، و یک دو تا موضوع دیگه، چهار تصویر از انتظامی که آقای گل مگاه نوشته خیلی مطلبه، مثل بقیه نوشتهاش خوبه. در این حال یادم کرده از درگذشت آقای ضیاءالدین دوری که سریال های ساخت که بعضی ها هرس خوردن، بعضی ها پسندیدن، کیف انگلیسی و شبیه این. بریم کارتون احسان گنجی رو ببینیم درباره موضوع فقر و مهاجرت. فکر کنم بیشتر مهاجرت اقلیمی شاید داخل ایران رو مد نظرشه که به خاطر خشکسالی و بدی آب و هوا خیلی شهرها روستاها در حال خالی شدنن. خب پوری عالمی تو طنز نوشته بود در شرق که الان به دوره عجیبی رسیدیم، اینطوری که تو آسانسور و تو استخر غیر مختلط یا توی مجلس، تو حموم، توی دولت یا توی سونای خشک، حتی تو اتاق پرو، همه از ما میپرسن الان بخریم یا بفروشیم. میگه که اینجا اسمش گذاشته تله اردک یا تله مرغابی، اون چیزی که بهش میگیم کلک مرغابی. در حقیقت نکته اینجاست که دلار یه شنبه 5 تومن رفت روش، در حالی که بشکه نفت نسبت به 2 سال گذشته 10 دلار رفته روش. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ ایران تنها جایی در دنیاست که دولت نفت رو به دلار میفروشه، اما میگه قیمت دلار رو در بازار تعیین نمیکنه. بعد از اینجا میره به این ماجرای سردرگمی که مردم دارن که اینو بفروشیم بهتره یا بخریم. میگه این موضوع عمومی است که دائم در تمام فضای شهر و تو مترو و تو همه جا همینطور ما رو دنبال میکنه. ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما به راه های تماسی که همین الان دارین روی صفحه تلویزیون میبینید بنویسید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما یا به آدرس توییتر ما bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.